به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض احترام دارم حضور شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشیم. به شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر، انتقاد، پیشنهاد دارم میشه که با آیدی تلگرام که زیرنویس صفحه تلویزیون شما عزیزان قرار میگیره پیام بگذارم جهت بیبود بیتر برنامه و تعداد از بزرگوارانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم میشه که درس ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که انشالله مشکلات و تعداد از عزیزان رفع گردد. بیننده عزیز و سواد آموزان گرامی، ما و شما به سلسله دروس قبلی و جلسات گذشته درس خود ادامه میدیم. ما در جلسه قبل اگه یادشون بوده باشه آمادیم زمایر را خوندیم. کدام زمیر؟ زمیر اور خوندیم. گفتیم هرگاه جمله ما و شما به او شروع شه به چی ختم میشه؟ یا به دال ختم میشه یا به ت ختم میشه، که کارخونگی هم برای شما عزیزان داده شد که گفتیم بعد ده جمله شما آخر جمله شما دال باشه و ده جمله هم به او شروع شه آخر یا ت باشه، یعنی به ت ختم شه. امید است که حتما کارخونگی خود انجام داده باشیم. میریم انشاءالله این جلسه خود شروع میکنیم. درس بازم عنوان درس ما و شما هست جمله نویسی. جمله نویسی عنوان درس ما و شما جمله نویسی. ما اگر یاد شما باشه شاگرده عزیز ضمایر مفرد رو با همدیگر که عبارت از من بود، تو بود، او بود با همدیگر کار کردیم. حالا شکل جمع ضمایر رو میخوانیم، شکل جمع ضمایر فاعلی که عبارت از چیه؟ موضوعی که ما و شما میخوانیم خود ما. هرگاه جمله ما و شما به ما شروع شه آخر جمله و ختم جمله بعد چی باشه؟ یومیم، یعنی یم به یم ختم شه. ما کیه؟ ما جمعه، یعنی چند نفر که با هم باشیم میگه ما به دانشگاه میرویم، ما درس میخوانیم، ما کار میکنیم. شکل مخاطب جمع چه؟ مایه. اگر مفرد بود من بود، شکل جمع چی میشه؟ ما میشه. ما کار میکنیم، ما کشور را میسازیم، ما باسواد میشویم. درست شد؟ شکل جمع، یعنی از یک نفر که بیشتر بود میگیم جمع، ما هستیم، ما افغان هستیم. بنابراین اگر جمله ما و شما به ما شروع شه یاد شما باشه که به یم یا میم ختم میشه. اگر جمله شما به نوشتن شروع کردیم به ما شروع کردیم به یا و میم ختم نکردیم، جمله ما و شما از لحاظ نوشتن کاملا اشتباهه. پس بنابراین حالا میریم با هم دیگر مثال می نویسیم. اولین مثال ما و شما هست ما به مکتب. ما به مکتب چه کاره؟ می رویم دیگه، نی؟ می رویم. به چی ختم شد شاگردای عزیز؟ به یومیم ختم شد. ببینیم به ما شروع کردیم جمله خوده، به یم ختم کردیم. ما به مکتب می رویم. ما و شما جمع، یم هم همچنین جمع. می رویم، می رود نمیشه. درست شد؟ پس می رویم میشه. جمله بعدی ما و شما، ما درس، ما درس میخوانیم. مانند موضوعات گذشته گفتیم یم یا می میشه که به صورت جداگانه قرار گیره یا میشه که حرف جلوتر از خود وصل شه. ما به مکتب میرویم به صورت جداگانه قرار گرفته، ما درس میخوانیم خود نون وصل شده. هدف اینه که به یم باید ختم شه. جمله بعدی ما و شما، ما کار، ما کار میکنیم. ببینیم شاگردای عزیز، ما کار میکنیم، ما کار میکنیم. جمله به ما شروع شده، به یا و میم ختم شده، ما کار میکنیم. جمله بعدی ما و شما، ما خط، ما خط می نویسیم، می نویسیم.
خب این جمله شاگرد عزیز به ما شروع شده بازم به یومیم ختم شده. ما خط می نویسیم. دوباره گفتیم اگر جمله ما که جمع ضمیر جمع به ما شروع شه به چی ختم میشه؟ به یم ختم میشه، به یومیم ختم میشه. ما به مکتب می رویم، ما درس می خوانیم، ما کار می کنیم، ما خط می نویسیم. بنابراین چهار جمله ما و شما به ما شروع شده، به یا و میم ختم شده. خب بیننده عزیز، تا که شما این را از طریق سلاید یاد داشت کنیم، این را پاک می کنیم که بریم با هم دیگر جملات دیگری با هم دیگر کار کنیم و بنویسیم. این را که شما عکس می گیریم یاد داشت می کنیم، حتما از این را بنویسیم کارخانگی و تمرین کنیم که موضوعات مهم آیات شما نر یا از پیش شما فراموشه. خب میریم با هم دیگر ادامه جملات خور می نویسیم. بازم جملات به چی شروع می کنیم؟ به ما شروع می کنیم، به یم یعنی یومی ختم می کنیم. ما یک کتاب داریم. داریم به چی ختم شد؟ به یا و میم. به ما شروع شد، به یا و میم ختم شد. ما یک کتاب داریم. ما از شهر نورستان هستیم. ببینیم شاگرده عزیز بازم به چی ختم شد؟ به یومیم. ما از شهر نورستان هستیم. با ما شروع کردیم، بازم به یومیم ختم شد. جمله بعدی ما و شما، ما با سواد هستیم. بازم جمله به ما شروع کردیم، به یومیم ختم کردیم. ما با سواد هستیم. جمله بعدی خودم می نویسیم، ما مسلمان هستیم. خب شاگردای عزیز، بازم جمله ما و شما با ما شروع شد، به چی ختم شد؟ به یومیم. ما مسلمان هستیم. جملات میخوانیم، گفتیم هرگاه جمله با ما شروع شه به یم یا میم ختم میشه. ما یک کتاب داریم یا میم. ما از شهر نورستان هستیم، بازم یا میم. ما با سواد هستیم. ما مسلمان هستیم. همگی به یومیم ختم شده. این جمله ما و شما فقط یا به صورت یومیم به صورت جداگانه قرار گرفته، متباقی جملات ما و شما می‌بینیم خود حرف جلویتر از خوب وصل شده یا به چسبیده. تا شما اینا رو یادداشت می‌کنیم از طریق سلاید مینور پاک کنن که با هم دیگر بریم موارد بعدی. خب شاگرده عزیز ادامه میدیم جملات خود، بازم به ما شروع میکنیم، به چی ختم میکنیم؟ به حرف یم یعنی یومیم ختم میکنیم. جمله داریم ما و شما، ما میوه میخوریم. به چی ختم شد؟ به یومیم. به ما شروع شد، به یومیم ختم شد. ما میوه میخوریم. جمله بعدی ما و شما، ما شیر مینوشیم. بازم جمله ما و شما شاگردای عزیز به ما شروع شده، به یومیم ختم شده. ما شیر می نوشیم. جمله بعدی، ما از بازار با
زار لباس. ما از بازار لباس می خریم. بازم جمله ما و شما به یا میم ختم شد. ما از بازار لباس می خریم. جمله بعدی ما نماز می خوانیم. جملات تکرار میکنیم با هم دیگر. گفتیم جمله با ما شروع شه به یم یا میم ختم میشه. ما میوه میخوریم با ما شروع شد به یم ختم شد. ما شیر مینوشیم بازم به یم ختم شد. ما از بازار لباس میخریم. ما نماز میخوانیم. درست شد شاگردای عزیز؟ همه جملات ما و شما با ما شروع شد به یا و میم یعنی به یم ختم شد. شما اینو یادداشت کنیم از طریق سلاید یایی که عکس بگیریم بر خود که بریم کارخونگی رو با هم دیگر بنویسیم و بس کنیم. خب شاگردای عزیز میریم به طرف کارخانگی با هم دیگر. کارخانگی ما و شما، شما با ما ده جمله می نویسیم به یم ختم می کنیم. ده جمله شروع ما باشه، ختمی و یم باشه. مثلا ما و شما که اینجا می نویسیم ما ختم را مثلا می نویسیم یم. حالا چی موارده به کار می باریم او دیگه با ما و شما ارتباط داره. مثلا میگیم من به کورس، من به کورس سواد آموزی می روم که جاش نویزی قسمت این می ما و شما ره ببخشید ما به کورس سواد آموزی می رویم. شکل جمع معنی ماه. ببینیم شاگرد عزیز شروع جمله ما و شما ما، ختم جمله ما و شما چی؟ یم. ما به کورس سواد آموزی می رویم. به چی ختم شد؟ به یم ختم شد. پس بنابراین شروع جمله که ما باشه، ختم جمله باید یم باشه. شما ده جمله به ما شروع میکنیم مینویسیم، یعنی شروع جمله شما ما باشه، ختم جمله هم یم باشه. ده جمله مینویسیم. و جملاتی هم که ما و شما خوندیم و از طریق سلاید اینا را یاد داشت کردیم و یک عکس گرفتیم، پنج مرتبه از این جملات خود می نویسیم شاگردای عزیز و ده جمله هم به ما شروع می کنیم به یم ختم می کنیم. بینندای عزیز رسیدیم به پایان یکی دیگر از درس های سواد آموزی. امیدوارم که درس مورد پسند شما علاقمندان سواد آموز قرار گرفته باشه. تا درس بعدی برنامه بعدی خدا نیار و مددگار شما.